جز بچه های سبز بیانی میاد از همون کسی که از روز اول میگه یه توهین علنی شده بود به مردم میگه واقعا یعنی از این یعنی واضح در این حالتی که تو این 30 سال اتفاق افتاد همیشه میشد ولی به وضوح نه یه اومدیم اعتراض خودمون رو به نوعی گفتیم بعد بچه هایی بودن در کنارمون پیوستن و حسب ظرفیتشون اومدن مشکلاتی داشتن نتونستن بمونن رفتن بعضی ها بعدن اضافه شدن همیشه فراز و نشیب بود و اینا منتها من همیشه کارها رو با هم انجام میدادیم مثلا متنی مینوشتیم جایی میخوندیم و کارها رو کلن راه مینداختیم چون که یعنی واسه خودم اومدم امروز رو یه کاری بکنم گفتم که من همیشه آماده میکردم خودم بزنم چون حالا یه موضوع استثنایی برای من به وجود اومده منم استثنا قائل شدم مثلا خودم آماده نکنم همینطوری بیام بعد ولی خب میخواستم اینطوری باشه که یعنی اینطوری سوالامو تقسیم کنم که سه قسمتش بکنیم یکی اینکه از خودتون بگین بعد از ایران هم بگیم بعدم بریم رو به یه مقدار آینده خیلی ممنون میشم و میتونم سوال هم مثلا بگم که اصلا چرا پرستو چرا اسم باید پرستو باشه و پدر مادر شما فکر میکردن که شما مثلا کم پیششون قراره باشین که اینطوری اسم رو داشتن من تو بهار به دنیا آمدم به همین دلیل اسمم رو پرستو گذاشتن من مثلا بسیاری از سالهای کودکیم رو پدرم در زندان بوده ازش نامه های عزیزی دارم که بالاش نوشته به پرستو پیام آور بهار یا شعر زیبای زهمین روزن گشوده به دود از همین یا به پرستو به گل به سبز درود یعنی به هر صورت این اسم یه نوعی اسمی بوده که به مسمای بهار آغاز دوباره زندگی به من دادن مادرم بعدها یک بار گفت که اگر می دونستم که کوچ خواهی کرد اسم تو پرستو نمیذاشتم به هر صورت این آمدن بیرون از ایران یک اگرچه که من به عنوان پناهنده نیومدم همواره حق این رو داشتم که به ایران برگردم ولی نوعی همراه با فرار از اون اجبارهای اجتماعی سیاسی بوده که به ویژه در مورد خانواده سیاسی که من داشتم خیلی سنگین بوده وزارت اطلاعات به ویژه در اون دهه 60 و تا نیمه های دهه 70 فشار فوق العاده عظیمی روی خانواده ما داشت این فشار رو به شکل کاملا ناجوانمردانه واقعا از طریق فشار روی فرزندان بود که اعمال می کردن. من بار آخری که رفتم به ایران برای دیدن پدر و مادرم چند سالی بود که من حدود سال 70 از ایران خارج شدم بعد از اینکه تحصیلم رو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رسانده بودم برای ادامه تحصیل سال 75 عید 75 برای بار آخر رفتن به ایران به همراه دو تا پسرم که اون موقع خیلی کوچیکم بودن موقع بازگشت پاسپورت منو توی فرودگاه گرفتن و گفتن که ممنون خروج هستید در حالی که من هیچ گونه فعالیت سیاسی نمی کردم این صرفا برای فشار وارد کردن به پدر و مادرم بود بعد از چند هفته دوندگی سرانجام یک مهر قرمز زده بودن توی پاسپورت من اجازه یک بار خروج یعنی اگر که دوباره آمدی باز هم همین بساطه و من وقتی که خداحافظی میکردم از پدر و مادرم روی بالکن خونمون یادم که پدرم اشک توی چشمش نشسته بود و گفت که تا وقتی که دنیای ما به این رسمه و
این فشارها هست دخترم نیاد. یعنی به هر صورت اجباری وجود داشت در نرفتن به اونجا و پدر و مادر من بچه هاشون رو فرستادن بیرون تا دستشون برای فعالیت سیاسی بازتر باشه، تا بدون این فشارهایی که به فرزندانشون میتونست بیاد اون فراغ بال رو داشته باشن، تا اون حرفهایی رو که میخواستن بزنن وظیفه خودشون میدونستن که بزنن بتونن بزنن بدون اینکه فکر کنن این فشار به فرزندانشون وارد خواهد شد. ولی خب به هر صورت این کوچ کردن با سرنوشت من عجین شد. راست میگم، منتها من فقط به جای بهار پاییزا میرم. پاییز به سالگرد قتل پدر آمدن. بعد اصولا همیشه اینطوریه که وقتی یه نفر یه آدم برجسته میشه تو تاریخ، یه پیشینه داشته، از یه پدر و مادری می اومده که مثلا تحصیلاتشون زیاد بوده، یا بالاخره اون جبر زمانه اگه اسمش رو بذاریم توی راهی افتاده بودن که تجربیاتشون زیاد بوده یا با آدم های مختلف نشسته برخورد کرده بودن. پدر و مادر شما چه پیشینه‌ای داشتن؟ یعنی مثلا گذشته‌شون به چه صورت بوده که به این اوج رسیدن؟ ببینید، پدر و مادر من هر دو خود رو به نوعی با فاصله سنی 10 سالی که با هم داشتند پیرو راه مصدق می دونستند. پدر من در توی یک نواری برای کسی توضیح داده که وقتی که دانش آموز بوده و دکتر مصدق در مجلس نماینده بودند، یک بار میبینتشون توی خیابون و چون توی علاقمند بوده و دنبال میکرده مسائل رو و پدرش آدمی بوده که به هر صورت به مسائل سیاسی اجتماعی علاقمند بوده، میره جلو و از آقای دکتر مصدق میگه که من علاقمند هستم مذاکرات مجلس رو بیام گوش بدم. دکتر مصدق هم روی کارتشون رو در میارن، پشتش می نویسن که بتونه او به دم مجلس نشون بده و به عنوان تماشاچی بیاد و توی مجلس بشینه. این اولین باری بوده که او با دکتر مصدق ارتباط از نزدیک پیدا می کنه و در یک نامه‌ای که بعدها است از او به دکتر مصدق می نویسه که راه زندگیش رو از او آموخته. یعنی در جریان نهضت ملی و تلاش ملت ایران برای پسراندن استعمار و استبداد، شخصیتش سیاسی او به نوعی شکل میگیره. پدر من وقتی که کودتای 28 مرداد اتفاق میفته 24 سالش بوده، ولی یک فرد مشهور سیاسی بوده در اون دوره به دلیل تلاش هایی که او و همحزبی‌هاش برای دفاع از دولت ملی مصدق کردند.